سلام. سلام. امیر هست؟ آره. بهش بگو یه دقیقه بیاد اینجا. بالا نمیای؟ نه همینجا خوبه. الان صداش میکنم. سلام عزیز. سلام. چرا نمیای بالا؟ نه همین چه خوبه. طوری شده؟ مسعود رو اعدام کردن. فکرشو میکردی؟ سرنوشت هر کسی یه جور رقم خورد. محسن، محسن، صبحونه حاضره. Oh.
علیه. 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 علیه کجایی؟ علیه. علیه. معلوم نیست کدوم گوری رفته. اینم زنه که ما گرفتیم. میدونه که قلب من خرابه. دو روزه که منو تشنه و گرسنه ول کرده گذشته رفته. بی عاطفه. معلوم نیست کدوم خراب شده ای رفته. بدون اینکه فکر منو بدبخت رو بکنه. با اینکه میدونه من ناراحتی قلبی دارم. بالاخره پیدا شد. اما چرا زنگ میزنه؟ اون که کلید داره. سلام علیکم. سلام. سلام. کاروباری داشتین؟ ده بگو. آلیه رو ندیدین؟ مگه آلیه خانم خونه نیستن؟ اون کجاست؟ ما نمیدونیم. نمیدونیم. بس صبح به این زودی اومدی کله پزیاره. متاسفانه آقای مظفری باید خبر بدی بهتون بدیم. خبر بد. این روزا همه به هم خبر بد میدن. راستش مسعود چجوری بهتون بگم؟ سرشو پشت. میدونستم کی ها؟ کی ویروسو. خوبه این زنم گم شده، یعنی ننش یا به عبارت دیگه زن بنده. شاید البته همین روزا پیداش بشه. خب دیگه چی ها؟ باید تشریف ببریم پزشکی قانونی برای مراحل قانونیش. اونجام گفتم جنازش به چه درد من میخوره. میخوره؟ ببخشید کجا گفتین؟ همونجا دیگه تو الافتونی. به خود پسرم گفتم، گفتم دیگه هیچی به من مربوط نیست. ولی آقای مظفری این کار به نظر من به هیچ عنوان صحیح نیست. آقای مظفری درست نیست والا. ببینین اون خدا بیامرز هر کاری که کرده به مجازات خودش رسیده. الان نباید جسدش رو زمین بمونه. جنازه‌شو میبرن. 2 میلیون مالیات دادم. 2 میلیون. شما واقعا نمیخواییم برین دنبالش؟ نه خیر، بنده اصلا قصدشو ندارم. آخه ما نمیتونیم باور کنیم که شما اینقدر نسبت به پسرتون بی‌عاطفه باشین. اون پسر مرگ باباشو میخواست، ولی چی شد؟ برعکس شد. همه چی برعکس شد. اون خیلی دلش میخواست اسرائیل میومد سراغ من، ولی اومد سراغ خودش. واقعا که چه پدری؟
چه کینه ای؟ توف به این پول. تو مطمئنی که مسعود رو اعدام کردن؟ آخه مگه نباید محاکمش کنه؟ همه این کارا شده. محسنم قیابن محاکمه کردن، اما محاکمه علنی نبوده. فقط مسعود اعدام شده؟ نه، دو نفر دیگه هم اعدام شده. محسن چی؟ براش زندانی باریدن، 10 سال. 10 سال؟ اگه بیاد خودشو معرفی کنه، اگه بگیرنش دوباره محاکمش میکنن و مجازاتش سنگین تر میشه. باید هر طور شده پیداش کنه. به بچه های کمیته گفتم اگه پیداش کردن قبل از هر کاری به من این کارو میکنه؟ آره، مطمئن باش. باید پیداش کنم. باید پیداش کنم. با جنازه مسعود چی کار کنیم؟ نمیدونم. بالاخره در گذشته ما با هم دوست بودیم. من میرم ببینم چی کار میتونم بکنم. اگه تونستم کاری بکنم حتما خبرت میکنم. هیچ دلم نمیخواست چنین روزی رو ببینم. دیگه خوراکی نزار مادر. مطمئنم تو را گشنت میشه. مگه چقدر طول میکشه؟ همش 5 ساعت راهه. تو سفر اشتهای آدم خیلی زیاد میشه. تنهام که هست حوصلش سر میره. ببین مادر، اینو برات میذارم، حتما بخورش. اگه نخوردی یا اینکه زیاد اومد، حتما بقیهشو بذار تو یخچال. یخچال؟ فکر میکنه میره هتل؟ میره سر کار خانو؟ من که هرچی میگم تو یه چیز دیگه میگی. باش، اب نداره مادر، هر کاری گفتین میکنم، نگران نباشه، خیالتون راحت باشه. عزیزم نیومد. الان پیداش میشه آقا جان. دیگه سفارش نمیکنم مادر، فقط یادت باشه به محض اینکه رسیدی به هم خبر بدی. چشم، حتما. سلام. سلام. داریم میریم بعد. آره؟ آره دیگه. داداش کاری نداری؟ نه، برو به سلامت. دلم براتون تنگ میشه. آقا جون مواظب خودتون باشی. بگیر. پول نمیخوام. بگیر مادر جون، تو شهر غریب به دردت میخوره، شاید خواستی یه چیزی بخری. منم میام. کجا؟ ترمینال. نه آقا جون، خودم میرم. آخه نه میدونم. من تا ترمینال میام. تو رو خدا آقا جون، من میخوام تنها برم، میخوام از حالا رو پای خودم وایسم. اگه شما بیاین ممکنه سوس بشم. حق با توه. خب بریم. خدا حافظ مادر. خدا به همراهت پسرم. مواظب خودت باش. چشم. اینو بذار تو سیبه پسرم. مادر یکی بهم داده. همون محافظتت میکنه پسرم. الیاسی این آبو یه دقیقه نگردار. خدا پشت و پناهه. ما که می رفتیم کسی از این کارو برامون نکرد. آماده؟ پیش به سوی هدف. خب من زود بر می گردم. بریم به سلامت. کاری داشتین؟
میشه ازت خواهش کنم این دفعه که محسن اومد بگی بمونه، میخوام باش حرف بزنم. شما میخواین اونو تحویل مامورا بدی؟ این حرفا چیه؟ شما متوجه نیستین؟ او من متوجه، با نفرتی که شما از محسن دارین همین کارم میکنین، مستقیم میدینش دست مامورا. شما فکر میکنید من کی هستم؟ آدمی که فکر میکنه تنها خودش حقیقتو میدونه، بقیه هیچی نمیدونن. من نمیدونم کینه شما نسبت به من چی از بین هیچ وقت، چون شما منو بدبخت کردی، باعث بدبختی محسنم شمایی. اگه سهمشو بهش داده بودی میرفت دنبال کسب و کار. کدوم کسب و کار؟ اون اگه سهمشو میگرفت مینداخت تو کار خراب. من الان میخوام بهش کمک بکنم بلکه از این مخمصه نجات پیدا کنه. کمک؟ اون در موقعیت بدی قرار گرفته، اگه بره خودشو معرفی کنه جرمش سبکتر میشه. ما هم این باغ میفروشیم و پول خونمون چند نفر رو میدیم. شما باغو میفروشی؟ برای خاطر محسن؟ خب بله. چرا قبلا این کارو نکردی؟ فعلا پای جون و زندگیش داره. جون و زندگیش؟ طوری شده؟ میگه چطور میخواستی بشه؟ خودش آواره و دربدر، شما سرگردون. تو این شرایط باغ به چه درد ما میخوره؟ راست میگی؟ بله. حاضرم بهتون نوشته بدم مادر رو ببرم همه ی باغ رو به اسم شما بکنه. من صداشو شنیدم، حتما خیال کردم. نه خودم صداشو شنیدم. بیا بریم. گرفته بود صداش، منو صدا میزد.
از من کمک میخواست. مریم جون تو باید استراحت کنی. بیا عزیزم، تو حالت خوب نیست؟ وای دلم شور میزنه، نکنه گرفتنش. اگه گرفته بودنش حتما به ما خبر میدادن. دلم شور میزنه فریده، خیلی میترسم. نه نباید بترسی. یعنی اتفاقی براش افتاده؟ هیچ اتفاقی براش نیفتاده عزیزم، اینقدر فکرشو نکن. بیا بیا بریم، بریم تو اتاق خودت. بیا یواش یواش در. آروم آروم باش عزیزم. باید همین خوب باشه. صبح بخیر. صبح بخیر. سلام. صبح بخیر. میبخشید فرمایشی بود؟ از اداره یه آگاهی اومدیم. بله خب معذرت میخوام، این عکس رو میشناسید؟ بله برادرمه. خب اینو چطور؟ میشناسی؟ این عکس کیه؟ خوب نگاه کن. خدای من، صورتش بد جوری داغون شده. خوب دقت کنی. محسن دست در نکن. فریده جانم، چطوری میشه آدم ها رو شناخت؟ چی میخوای بگی؟ میدونی آدم درباره کسی که اونو نمیشناسه قضاوتی میکنه و بعد میبینه کاملا اشتباه کرده. منظورت چیه؟ بهتره واضح‌تر حرف بزنی مریم جون. من در مورد امیر فکری میکردم که واقعیت نداشت. اشکالی نداره، یه چیز طبیعیه، همه اشتباه میکنن. ولی من همیشه در مورد امیر بد فکر میکردم و اون همیشه درباره تو خوب فکر میکرد. میدونی وقتی گفت حاضر باغو به خاطر محسن بفروشه داشتم دیوونه میشدم. میدونی مریم جون، امیر برای غریبه هام دستش به خیر میره، چه برسه به تو که چی؟ هم دختر داییش هستی هم زن برادرش. صدای در اومد، برم ببینم کیه. چه زود برگشتی داداش. محسن. محسن چی؟ محسن چی داداش؟ چی شده؟ امیر تو رو خدا حرف بزن، چی به سرش اومده؟ مرده. محسن محسن بیرو ساعت هفت بلندی پرد شد یک خاصه تو انباری مخفی شده بوده. پلیس ریخته اون چقدر؟ مامورا اصلا دنبال اون نبود، خواسته فرار بکنه. از 11 طبقه پرد شده پایین. محسن چه خواهد
تلخی به سرم شد. آه محسن، محسن، خدایا چیکار کنم؟ به مریم چی بگم؟ چطوری این خبر رو بهش بدم؟ اگه به فهمه ممکنه بچهش رو سقط کنه. چی شده؟ موضوع چیه؟ فریده، فریده چی شده؟ برای محسن اتفاقی افتاده، گرفتنش، کشتنش. پس دیگه فرار نمی کنه، دیگه راحت شد. امیر خانون الان کجاست؟ پزشکی قانونی. میخوام ببینمش. نه نمیشه. میخوام ببینمش. نمیشه. میخوام ببینمش. خواهش میکنم بذار محسنی که آخرین بار دیدی تو خاطرت بمونه. اون چیزی که من صبح دیدم محسن نبود. حالا کی به مادر خبر میده؟ باید صبح زود دفنش کنی. بس دیگه، آروم باشی. بس دیگه. بریم. سلام. سلام، چی شده؟ آلیه رو ندیدین؟ نه، چطور مگه؟ از پریروز تا حالا گم شده. گم شده؟ دنبال کار مسعود بوده. چه کاری؟ جنازه‌اش رو تحویل گرفته، برده دفنش کنه. بعدش کجا رفته؟ کسی نمیدونه. آقای مظفری، شما چطور دلتون اومد دنبال جسد بچه‌تون نرین؟ مگه اونو از سر راه آورده بودین؟ مگه شما دل ندارین؟ دل دارم یا ندارم به خودم مربوط میشه. چرا تو تاریکی نشستی؟ تو رو خدا تو یکی دیگه خودتو نباس. خدا رحمتش کنه. چه دوره عجیبی بود. انگار بعد از مردن آقا جون
همه چیز این خونه زیر و رو شد. یعنی همه این اتفاقات تو این یک ساله افتاده. پری روز سر خاک دنبال محسن میگشتم، مثل پیر زنا شدم، چقدر حرف میزنم. تو خسته شدی، اگه تو نبودی این معلوم نیست ما چی کار میکردی. بهتره تو و مریم چند روزی برید. کجا بریم؟ خب یه جایی که از اینجا دور باشه. الان وقتش نیست، باید یه کمی صبر کنیم. چرا؟ زایمان مریم نزدیکه. کیه؟ دیگه چیزی نمونده. تو مواظبش هستی؟ هم مواظب اون هم مادر. من فکر میکنم چیزی میخواستی بگی؟ نه نه نه. مرد شور این هوا رو ببره، انگار نه انگار که بهاره. مردم از گشنگی. اینم که خالیه. پنیرم که خوش شده. یعنی چه؟ پنیر که تو یخچاله نباید خراب بشه. به هر حال کاچی بهتر از هیچیه. میخوریمش. خانم سر پیری فیلش یاد هندستون کرده. افتاده رفته شیراز. گوره بابای هرچی زن و بچه هست. علیه. منم الیاسی. سلام. سلام. ببینم مگه در پایین باز بود؟ بله اینو مرحمت داده. دستش درد نکنه، ولی من داشتم شام میخوردم. چه بوی گندی. مال این پنیره، پنیر شوره، اما نمیدونم چرا به این زودی خراب شده. این پنیرم مثل خودت کپک زده، فوراً بندازش دور. عجب آشیه. آشه جان این خونه زباله‌دونی شده، یه نفر بیار تمیز کنه. کیو بیارم؟ به کی میشه اطمینان کرد؟ اگه همین جوری ادامه بدی سقط میشی یا به درک. آخرش مگه مردن نیست؟ همین جوریه، میفتی سقط میشی. میدونی چیه الیاسی؟ یه دقیقه وقت داری. نه باید برم، کار دارم. مثلا اومدیم باش مشورت کنیم. این بچه روزی افتاده، خدا آخر عاقبتش رو به خیر بکنه. چقدر روزا طولانیه. تازگی ها چقدر ساکت شدی فریده. آره همینطوره. این عزیز آدم عجیبیه، آدم نمیفهمه تو کلش چی میگذره. یعنی انگار همه مردا اینجورین. جدی میگم، مثلا من نمیتونم بفهمم تو کله امیرخان چی میگذره یا عزیز چطور آدمیه. نتونستم محسنو بشناسم، نفهمیدم چه جور آدمیه، چی میخواد یا چی راضیش میکنه.